عشق دردناک گوگوش عشق مردم رو در آورد. دوستان عزیز به کانال خودتون خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. چند روز گذشته با منتشر شدن خبر رسمی از ازدواج خانم گوگوش، وارث میلیون دلاری خانم گوگوش مشخص شد. خانم گوگوش که با توجه به عشق آتشین و دردناکش عشق بسیاری از علاقه‌مندان خودش رو درآورده و همه رو شوکه کرده که چرا در نهایت با مردی ازدواج کرد که خب شاید برای بسیاری از مردم انتخاب او جای سوال داشت. چند روز گذشته آقای محمود قربانی با منتشر کردن خبری اشکش در آمد و شاید عشق و عشق او به گوگوش برای بسیاری از طرفداران خانم گوگوش و آقای محمود قربانی یک علامت سوال بزرگ داشته باشه. آقای محمود قربانی از عشق بی نهایتش نسبت به خانم گوگوش گفت و در نهایت با منتشر کردن خبری اعلام کرد گوگوش به طور رسمی با رها اعتمادی ازدواج کرده و وارث چند میلیون دلاری خانم گوگوش، کامبیز قربانی و فرزندان کامبیز قربانی یعنی پسر و نوه‌های خانم گوگوش نیستند، بلکه وارث چند میلیون دلاری خانم گوگوش شوهر جدید او شخصی به نام رها اعتمادی هست. رها اعتمادی که پرونده مواد مخدر و بچه بازی در کشور سوئد داره و از طرف دولت سوئد به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و به نوعی مردم سوئد از او به عنوان یک فرد کلاهبردار و شیاد و بچه باز یاد کردند. در نهایت این شخص وارث میلیون دلاری خانم گوگوش شده که خب بسیاری از منتقدان و طرفداران خانم گوگوش با انتخاب خانم گوگوش به شدت مخالفت کردند و از ازدواج گوگوش با رها اعتمادی و همچنین از رها اعتمادی به عنوان وارث چند میلیون دلاری خانم گوگوش نقد کردند. و ما در ادامه این ویدیو میپردازیم به چرا و چگونگی این که رها اعتمادی با نقشه های کثیفش چطور تونست وارث میلیون دلاری گوگوش بشه میپردازیم. آقای محمود قربانی همسر اول خانم گوگوش و صاحب کاباره میامی با منتشر کردن یک ویدیوی جدیدی خبر جدید و تازه‌ای به همه طرفداران خانم گوگوش دادند و شاید این خبر بتونه همه طرفداران اسطوره موسیقی و شاه ماهی موسیقی کشورمون رو حسابی سورپرایز کنه. آقای محمود قربانی به عنوان همسر اول و پدر فرزند خانم گوگوش که گفته شده همچنان کشته مرده و عاشق خانم گوگوش هست، با منتشر کردن خبری جدید از ازدواج جدید خانم گوگوش عشق بر چشمانش حلقه زد و یاد دورانی افتاد که برای او هم بسیار شیرین بود هم بسیار دردناک. آقای محمود قربانی گفت امروز تیم خانم گوگوش تصاویری از مراسم ازدواج من و گوگوش رو منتشر کردند. یادم میاد اون شب من و گوگوش چقدر عاشق هم بودیم، چقدر همدیگر رو دوست داشتیم. ویگن برامون میخوند و ما میرقصیدیم. چه مهمونای بزرگی توی مراسم ازدواجمون شرکت کردند. 6 ماه ماه عسلمون طول کشید. صابر پدر گوگوش در این ماه عسل ما رو همراهی کرد و خواست با ما به خارج از کشور سفر بکنه. من انقدر عاشق دلخسته گوگوش شده بودم که گوگوش که تا اون موقع روی صحنه در کنار پدرش برنامه اجرا میکرد و شاید هرگز از ایران خارج نشده بود، ترجیح دادم گوگوش رو برای ماه عسل به آمریکا به سان فرانسیسکو ببرم، جایی که خودم اونجا دانشگاه رفته بودم و دوستان خیلی زیاد و دوستان بسیار مشهوری داشتم و
وقتی ما رفتیم آمریکا در سان فرانسیسکو به مدت 6 ماه موندیم و گوگوش رو من همه جا بردم و همه جا رو به گوگوش نشون دادم. محل تحصیلم و زندگیم و دوستام و خونم و هر جایی که در واقع میتونستم به عنوان یک چیز جدید به گوگوش نشون بدم به گوگوش نشون دادم. بعد از 6 ماه ما همچنان عاشق‌تر بودیم و برگشتیم اومدیم ایران. زندگیمون خیلی خوب بود. همدیگر رو واقعا دوست داشتیم. من هم اولین مرد زندگی گوگوش بودم و گوگوش هم منو عاشقانه دوست داشت. بعد از به دنیا اومدن فرزندمون کامبیز قربانی باز هم همه چیز خوب بود. من رفتم بیمارستان به دیدار گوگوش و خب همه چی داشت عاشقانه سپری میشد تا اینکه به زندگی ما بهروز وثوقی بی خدا و این ناموس وارد شد و خب با کمک اشرف پهلوی زندگی من رو نابود کرد و از چنگم در آورد. گوگوش رو ازم گرفت. اگر گوگوش از زندگی من رفت، اما عشق گوگوش هرگز از زندگی من بیرون نرفت و همیشه عشق گوگوش در قلب من باقی موند. من کامبیزو به تنهایی بزرگ کردم و بعد از گوگوش روزهای سخت و سختری داشتم، چون همچنان عاشق گوگوش بودم و این شاید برای من ادامه زندگی رو سخت‌تر می‌کرد. اما گوگوش باز هم در حال خوشی با شوهر یا شوهران بعدیش بود. بعد ها مسعود کیمیایی و بسیاری از مردان دیگری وارد زندگی گوگوش شدند، چه به طور رسمی چه به طور غیر رسمی. اما من با حضور مردان بسیار زیادی در زندگی گوگوش باز هم عاشقش بودم و عاشقش هستم و عاشقش خواهم بود. فکر میکنم عشق واقعی یعنی همین. باید به شما دوستداران خانم گوگوش هم اعلام بکنم گوگوش باز هم در مورد زندگی شخصیش یک تصمیم اشتباه و غلط گرفته. محمود قربانی گفت گوگوش روی صحنه صده و متاسفانه در زندگی شخصی و خصوصیش صفرم نیست و این چیزیه که همیشه برای گوگوش مشکل ساز و درد سرساز بوده. متاسفانه گوگوش نمیتونه انتخاب درستی داشته باشه و نمیتونه مدیریت کنه زندگیش رو و همین باعث سوء استفاده بسیاری از کلاهبرداران و شیادان در زندگی خصوصی گوگوش شده. محمود قربانی گفت من ازدواج خانم گوگوش با رها اعتمادی رو کاملا تایید می کنم. متاسفانه خانم گوگوش باید بگم عاشق یک کلاهبردار و شیاد شده که باعث نابودی این شاه ماهی موسیقی کشورمون شده. خانم گوگوش زندگی هنری خودش رو نه تنها به دست این آدم سپرد، بلکه زندگی خصوصی و کل اموال خودش رو به این آدم انتقال داد و تونست با این انتخاب نابجا و نادرستش آتش بزرگی به زندگیش بزنه و این شاید آخرین انتخاب و تصمیم گوگوش بود که در آستانه پیری و در آستانه خداحافظی با صحنه گوگوش رو برای همیشه در زندگی آتش بزنه. رها اعتمادی یک کلاهبردار و یک شیادی هستش که حسابی با برنامه ها و نقشه های کثیفش با روح و روان گوگوش بازی کرده. رها اعتمادی برای اینکه بخواد روح و روان گوگوش رو به بازی بگیره با شعرهای بچگانش اول کاری کرد که نظر گوگوش رو جلب کنه. یک مجری جوان روی یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای برنامه اجرا می‌کرد، با نقشه‌های کثیفش نظر گوگوش رو جلب کرد و در نهایت گوگوش رو یک دل نه صد دل عاشق خودش کرد.
و حالا بعد از اینکه با گوگوش رابطه برقرار کرد، تصمیم به ازدواج رسمی گرفت به خاطر اینکه بسیاری از اموال گوگوش رو تصاحب کنه. چون طبق قانونی که وجود داره، اموال زن و شوهر با همدیگه در واقع تقسیم میشه و چون رها اعتمادی خودش میدونه که چیزی نداره، خیالش راحته که چیزی از خودش به گوگوش نمیرسه، ولی خودش به طور رسمی و قانونی حالا شریک 50% از اموال میلیون دلاری گوگوش هستش و خب الان هر وقت که دلش میخواد به گوگوش بی احترامی میکنه، بی احتنایی میکنه و اصلا نمیذاره یه پشه هم از کنار گوگوش رد بشه، چه برسه بسیاری از فک و فامیل ها و نزدیکان گوگوش. آقای محمود قربانی گفت طفلی پسرم کامبیز تنهاست و خب مادرش هم که اونو زیاد دور و برش نمیذاره و متاسفانه شوهر جدید مادرش رها اعتمادی تونسته جای کامبیز و بسیاری از نزدیکان گوگوش رو تو قلب گوگوش پر بکنه و خب این رها اعتمادی موفق شد که در واقع نقشه های کثیفش رو بالاخره عملی بکنه. اما به هر صورت جدیدن کامبیز و بچه هاش رفت و آمدی با گوگوش دارند و خب رها اعتمادی دیگه بیشتر از این نتونست روابط کامبیز رو با مادرش محدودتر بکنه، اما گوگوش واقعا رها اعتمادی رو بیشتر از کامبیز و نوه هامون دوست داره. این حقیقت تلخیه که باید طرفداران خانم گوگوش بدونن. دوستان عزیز، این هم صحبت‌های آقای محمود قربانی راجع به ازدواج خانم گوگوش بود که ایشون هم ازدواج گوگوش با رها اعتمادی رو تایید کردند. لطفا نظراتتون رو راجع به ازدواج گوگوش با رها اعتمادی در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفا در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوها رو ببینید و لایک کنید و کامنت بذارید و حتما لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه‌های ایرانیان مقیم آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، سوئیس، دانمارک، سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفا شیر بکنید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال نیوز تیوی باشید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.